بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث امروز ما در مورد یک شکایت عمده است که معمولا 30 تا 40% مراجعین کلینیک های چشم پزشکی رو تشکیل میده و اون بحث اش ریزش هست. اش ریزش یه شکایت عمده ای هست در بحث مراجعات مراکز چشم پزشکی. در این خصوص ما دو دسته بیمار داریم. این اش ریزش تو اطفال و نوزادان و اش ریزش در بالغین، که من اگر بخوام خیلی خلاصه دستبندی کنم به صورت خیلی مختصر، در اش ریزش کودکان و نوزادان معمولا 2 تا 6% متولدین بعد از 3-4 هفته بعد از تولدشون دچار یه اش ریزشی میشن. این اش ریزش میتونه یک اش ریزش مداوم همراه با ترشحات موکوپرولانت یا چرکی باشه. این اش ریزش میتونه یه اش ریزش متناوب باشه با ترشحات به حساب آبکی. در بچه ها معمولا 3 تا 4 هفته بعد از تولد اگر دچار اش ریزش شدن و این اش ریزش به صورت مداوم بود و طوری که همیشه گونه هاشون خیس بود یا از چشمشون اشک جاری بود همراه با ترشحات چرکی یا موکوپرولانت، اینو حتما باید به چشم پزشک مراجعه کنید که ببینیم در جزء کدوم دسته از نوع اشک ریزش ها تو نوزادان و اطفال قرار میگیره. معمولا 90% اشک ریزش های بعد به تولد تا سن 9 تا 12 ماهگی یعنی تا 1 سالگی اینا خود به خود به خاطر انسداد مجرا اشک هست به صورت کانجنیتال یا مادرزاد، که اینا خود به خود باز میشن. بعد از سن 13 ماهگی اگر ما دوچار اشک ریزش بودیم تو بچه ها حتما باید اقداماتی به صورت معمولا حالا اصطلاحا هم بهش میگیم پروبینگ یا میل زدن یا یه سری اقدامات دیگه ای رو بعد داشته باشیم. پس به صورت خیلی خلاصه در اطفال و متولدین بعد از 3-4 هفته بعد از تولدشون که دچار اش ریزش هستن، ما باید این اش ریزش رو به این شکل بهش توجه کنیم که اگر یک ترشحات چرکی و شدیدی وجود داره که قبل از حتی 6 ماهگی قبل از به صورت متناوب بعد مراجعات داشته باشیم. علت این که حالا چرا این اتفاق میفته خیلی بحث دیگه ای هست. از لحاظ درمانی ما اش ریزش هایی که معمولا بعد از سن 13 ماهگی هست و خود به خود باز نشده، با ماساژ حتی کیسه اشکی هم باز نشده، ما میریم به سمت میل زدن، اصطلاحا پروبینگ یا هم میل زدنی که بهترین سنش بین بعد از اون سن 13 ماهگی. هرچی ما از سن 13 ماهگی 14 ماهگی برای عمل پروبینگ فاصله بگیریم احتمال موفقیتمون کمتر میشه. ما میتونیم مثلا تا سن 24 ماهگی هم این عمل پروبینگ رو انجام بدیم، ولی به همونطوری که گفتم هر چقدر از سن 13 ماهگی ما برای این عمل فاصله میگیریم ممکنه این درصد موفقیت رو کاهش بده. درصدی از این بچه هایی که دچار اش ریزش هستن حتی بعد از عمل پروبینگ هم و دچار اش ریزش هستن. این بچه ها رو ما بین 3 تا 5 سالگی اگر همچنان اش ریزش داشته باشن باید عمل استنت گذاری در مجرای اش براشون انجام بدیم، که معمولا یه درصد بالایی از اینها به درمان به این شکل جواب میدن. یک درصدی باقی میمونه بعد از سن 5 تا 6 سالگی اگر همچنان به این عمل استنت گذاری در لوله در کیسه در مجرای اشکی جواب ندادن، اینها میرن به سمت عمل دی سی آر یا داکریورینوسیستومی بعد از سن 5 تا 6 سالگی. پس ما درمانمون در اش ریزش اطفال
مرحله بندیه. اول تا سن 13 ماهگی معمولا خود به خود گفتیم 90 درصدشون باز میشه. اگر این اشریزش بعد از سن 13 ماهگی ادامه داشت مراجعه میکنیم، حتی قبلش هم اگر ما ترشحات شرکی شهید داشتیم باید مراجعه بکنیم، ولی از لحاظ اقدامات درمانی بعد از سن 13 ماهگی ما اقدام پروبینگ رو داریم. در همراه با این موضوع مراجعات به حساب بعد از پروبینگ، اگر دچار اشریزش همچنان بودیم بعد از چند ماه میریم به سمت استنت‌گذاری در کانال اشکی. اگر باز بعد از سن 5 سالگی باز دچار اشریزش همچنان ادامه داشت که بعد بریم به سمت عمل DCR، که این مراحل رو همکاران به حساب چشم‌پزشکی ما در کلینیک ها راهنمایی میکنن و از لحاظ درمانی به هر حال اقدام میکنه. اما در بالغین اشریزشی که ما داریم، ما دو تا اصطلاح اینجا داریم. یه اصطلاح اپیفوریا داریم که معمولا اشریزش به علت انسداد کانال اشکی اتفاق میفته. یک اصطلاح لاکریمیشن داریم، یعنی اشریزشی که به علت تحریک سطح چشم، حالا تحریک سطح چشم مثلا در سطح قرنیه، در سطح ملتهمه، یا حتی مثلا خشکی چشم خودش تحریک میده، اشریزش ما داریم. ولی این دو تا با یک علامت ولی با دو تا علت متفاوت و عمده رو باید از هم افتراق بدیم، لاکریمیشن و اپیفوریا. بس هر اشریزشی رو ما باید در بالغین اگر ادامه دار و آزاردهنده و غیر قابل تحمل باشه به همکاران چشم‌پزشک مراجعه کنیم که افتراق بدیم که آیا این اشریزشی که ما داریم به علت انسداد و کانال خروجی اشک هست یا نه به علت تحریک سطح چشم هست. معمولا اشریزش‌هایی که متعاقب انسداد کانال اشکی به وجود میاد اشریزش های غیر قابل تحملی هن. اشک از سطح چشم خارج میشه، روی گونه ریخته میشه، مداوم هست و به حد غیر قابل تحمل میرسه. بعضا وقتی که طول میکشه ما با ترشحات چسبناک، ترشحات مکوپرولاند و چرکی به علت ایستایی اشک در کیسه اشک و عفونت و دیسشارج این ترشح به داخل چشم، مریض من وقتی که مراجعه میکنه میگه من صبح که از خواب بلند میشم مثلا پلکام در به هم چسبی است. اینها دیگه مشخص میکنه که ما یه انسداد در سطح دیستال به کیسه اشکی داریم، یعنی با وقتی که با فشار رو کیسه اشکی ما دچار ترشح و دیسشارج در داخل چشم میشیم، این مشخصا دیگه انسداد کانال اشکی ما در سطح دیستال به کیسه اشکی و کانال اشکی بینی هست، یا NLD obstruction اصطلاح هم بهش میگیم، که این معمولا این دسته از بیماران که اشریزش غیر قابل تحمل همراه با ترشحات چرکی دارن از لحاظ درمانی، درمان دارویی به اون شکل ما موفقیت آمیز نیست، باید بریم به سمت عمل جراحی DCR یا داکرورینوسیستومی که این خود شرح به هر حال قابل ملاحظه ای داره. ولی اشریزش هایی داریم که به صورت متناوب انجام میشه، ترشح چرکی معمولا نداریم، ولی اشریزش آبکی هست، به صورت متناوب هست، اینترمیتنت هست، دائم نیست. اینها بیشتر به خاطر انسدادهای نسبی یا تنگی هایی هست که ما در سیستم کانال اشکی داریم. کانال اشکی ما یک آناتومی به حساب قابل توجهی و پیچیده‌ای داره که از پونکتوم، کانالیکول، کامانداکت، کیسه اشکی و NLD یا همون نازولاکرمال داکت تشکیل شده. انسداد در هر کجای این مسیر طولانی میتونه یه اشریزش به ما بده. ما باید افتراق بدیم که این انسداد در کجای این کانال اتفاق افتاده. به صورت عمده آیا این انسداد کانال اشکی ما پروکزیمال به کیسه اشکی هست که درمانش متفاوته، یا اینکه دیستال به کیسه یا انتها بعد از کیسه اشکی است؟ آیا این انسداد قبل از کیسه اشکی اتفاق خورده یا بعد از کیسه اشکی؟ انسدادهایی که معمولا بعد از کیسه اشکی اتفاق میفته تو بالغین همطور که توضیح دادم با عمل DCR یا داکرینوسیستومی و عمل جراحی، که اونم دو روش متفاوت داره، یکی از طریق بینی که همکارای گوش حلق و بینی با کمک تیم چشم پزشکی انجام میدن، یا از طریق یا از خارج از بساب اکسترنال DCR یا اینترنال DCR. اینترنال DCR معمولا از طریق همون
بینی انجام میشه توسط تیم گوش حلق و بینی و چشم، و اکسترنال دیسر که واسه همکاران چشم پزشک انجام میشه. این دو دسته عمل تو بحث DCR نظریات متفاوتی هست. معمولا ما در عمل به روش اکسترنال که توسط همکار چشم پزشک انجام میده میشه درصد به حساب موفقیت یا درصد من بالاتر، به خاطر اینکه درصد انسداد مجدد بعد از عمل که معمولا تو این عمل ممکنه در 10-20% اتفاق افته، در عمل روش اکسترنال به نظر بعضی از مکاتب کمتره تا روش اینترنال DCR که از طریق بینی انجام میشه. پس بنابراین دیگه راهنمایی است که همکارای چشم پزشک در مراکز معتبر چشم پزشکی برای شما به هر حال انجام میدن. ولی در بخش انسداد به پروگزیمال یا قبل از کیسه اشکی که اون روش های متفاوتی از لحاظ درمانی داره، اگر غیر قابل تحمل باشه روش های استنت گذاری، لوله گذاری در کانال اشکی انجام میشه که اون هم به هر حال تو این بخش یه درمانی های به حساب به روش های پیشرفته و موفقیت آمیزی در این خصوص وجود داره. پس به صورت خیلی خلاصه من اشریزش رو در بالغین گفتم که اگر اپیفوریا باشه، یعنی انسداد به علت انسداد کانال اشکی در هر کجاش باشه، اگر این اشریزش نسبی و گهگاهی باشه یک نوع درمان داره، اگر اشریزش دائم همراه با ترشحات چرکی داره که معمولا میریم به سمت عملهای جراحی که توضیح دادم. اما مراقبت‌های بعد از عمل که خب به هر حال بستگی به چه روشی که انجام بشه، عمل به حساب معمولا به صورت سرپایی انجام میشه در خیلی از جاها، ولی خب بعضا ممکنه ما بعد از عمل وقتی به روش اکسترنال یا اینترنال که انجام میدیم، چه از داخل بینی چه از خارج بینی، معمولا ممکنه گهگاه با خونریزی های بعد از عمل مواجه باشیم که این بسته به شدت و میزان خونریزی است که پزشک حتما شما را راهنمایی میکنه که بعد از عمل چه مراقبت هایی رو باید انجام بدید، درمان آنتی بوتیک بعد از عمل، داروهایی که بعد از عمل استفاده میکنید حتما باید تحت نظر همکارا این انجام بشه. معمولا هم ما اتفاق میفته که سر عمل یا به هر حال با توجه به علائم بیمار تشخیص میدیم که آیا این عملی که انجام بدیم برایش عمل DCR آیا لوله گذاری بکنیم، استنت گذاری بکنیم که یا نه، که این بستگی به اون میزان انسدادی که در مسیر ما تشخیص میدیم یا اون فلاپ هایی که سر عمل میتونه از کیسه اشکی یا مخاطبین تهیه بکنیم، این روشی است که همراه با DCR استنت گذاری هم انجام میشه. که خدمت شما عرض شود که در این بخش پس بحث ما تو بحث اشریزش از لحاظ درمانی در اطفال توضیح دادم، در قبل از 13 ماهگی حالا ماساژ کانال کیسه اشکی هست، درمانهای دارویی هست، اگر بعد از 13 ماهگی باز نشد همچنان اشریزش داشتیم به سمت سونداژ پروبینگ میریم. خدمت شما عرض کنم اگر درصدی باقی موند باز به سمت استنت گذاری در اطفال میریم، یا عمل DCR رو بعد از سن 5 تا 6 سالگی ممکنه انجام بدیم. در بالغین هم همطور که توضیح دادم بسته به اینکه انسداد در کجای کانال به حساب سیستم اشکی خروج اشک اتفاق افتاده باشه تصمیم گیری میکنیم، که معمولا در انسدادهایی که بعد از کیسه اشکی داریم با علائم اشریزش همراه با ترشح چرکی ما به سمت عمل جراحی DCR میریم. انسدادهایی که قبل از کیسه اشک هست یا درمانهای کنسرواتیو یا استنت گذاری بر انجام میدیم. مراقبتهای بعد از عمل در حدی که گنجایش این برنامه هست رو من براتون توضیح دادم. در سوالات و به هر حال در این خصوص در خدمت در بخش درمانگاهی بیمارستان بقیت الله در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.